طی روزهای اخیر قانون تشدید مجازات توهین کنندگان به صحابه و اهل بیت و امهات مؤمنین در مجلس سنای پاکستان تصویب شده است. این قانون اعتراض شدید شیعیان و حتی برخی از اهل تسنن از جمله حزب مسلم لیگ را به همراه داشته است. منتقدان اعتقاد دارند پشت پرده تصویب این قانون اهدافی وجود دارد. آنها از جمله گفتند بدون گنجاندن مجازات برای توهین کنندگان به امام حسین و تجلیل کنندگان از یزید این لایحه کامل نیست. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. سنای پاکستان لایحه‌ای را برای تشدید مجازات افرادی که به شخصیت‌های مقدس دینی بی احترامی می‌کنند تصویب کرد. حافظ عبدالکریم و مشتاق احمد و عبدالکریم چیترالی از پیشنهاد دهندگان این لایحه بودند. اخبار دریافتی از اسلام آباد حکایت از آن دارد که مجلس سنای پاکستان روز دوشنبه دستورالعمل 122 ماده ای را در دستور کار خود قرار داد و برخی از موارد کلیدی این لایحه را تصویب کرد. سناتور مشتاق در تشریح این لایحه اصلاحی گفت که طبق این دستورالعمل مجازات توهین کنندگان افزایش یافته تا از این پس کسی جرأت اهانت و گفتن سخنانی به منظور بدنام کردن اهل بیت، صحابه و امهات مؤمنین را نداشته باشد. تصویب این قانون با واکنش شدید شیعیان پاکستان و حتی بخشی از جامعه اهل تسنن از جمله حزب مسلم لیگ را به همراه داشته است. پیر صابرشاه و رعنا مقبول احمد از حزب مسلم لیگ در واکنش به تصویب این دستورالعمل میگویند این لایحه نه تنها زمانی کامل می شود که کسانی که به حضرت امام حسین بی احترامی می کنند و از یزید تجلیل می نمایند نیز در این لایحه پاسخگو باشند. آنها معتقدند که آیا نباید برای کسانی که به امام حسین علیه السلام بی احترامی می کنند قانونی وضع شود؟ پیر صابرشاه با اشاره به اینکه برخی افراد از اصطلاح رحمت الله علیه برای یزید استفاده می کنند اظهار داشت. حداقل باید رفتارهای این چنینی این دست از افراد در جانبداری از یزید که سعی در متزلزل ساختن بنیان اسلام را داشت مد نظر قرار گیرد. او از مجلس سنا و متولیان آن تقاضا کرد که پاسخگو شدن این افراد نیز در این لایحه گنجانده شود. لازم به ذکر است که رئیس سنا به سناتور مقبول پیشنهاد داده که اصلاحیه‌ای را در این رابطه ارائه کند. او قول داده تا در خصوص این پیشنهاد اقدام‌های لازم را انجام دهد. احزاب شیعیان پاکستان هم تصویب اصلاحیه قوانین توهین به مقدسات در مجلس این کشور را ترفند سنی‌های تندرو و عوامل وهابیت برای تخریب فضای همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی در پاکستان دانسته و ضمن محکوم کردن تحرکات فرقه گرایانه خواستار لغو و ارجاع این قانون برای تجدید نظر شدند. در پی تصویب نهایی اصلاحیه در قوانین توهین به مقدسات اسلامی که بحث آن از بهمن ماه سال 1401 آغاز شد و روزهای گذشته علی رغم ملاحظات جدی احزاب و گروه‌های سیاسی و مذهبی در صحن علنی مجلس پاکستان به تصویب رسید، رهبران احزاب شیعه اعتراض شدید خود را نسبت به این لایحه جنجالی به بهانه مقابله با توهین به مقدسات اعلام کردند. شیعیان پاکستان از نهادهای قدرتمند این کشور خواستند تا به ماجرای تصویب لایحه جنجالی اخیر ورود کرده و جلوی اجرای آن را بگیرند. آنها همچنین لغو قانون تشدید مجازات توهین به مقدسات و ارجاع آن به شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان برای تجدید نظر و بررسی مجدد با حضور همه ذینفعان سیاسی و مذهبی کشور را مطالبه کردند. طی اصلاحیه اخیر در قانون توهین به مقدسات حداقل مجازات برای محکومین 10 سال و حداکثر حبس ابد خواهد بود. ماهای گذشته کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به این اصلاحیه ابراز نگرانی کرد و گفت که بیم آن می رود مجازات بدون وثیقه برای متهمان منجر به نقض آزادی شهروندی طبق ماده 9 قانون اساسی پاکستان شود.
برخی گروه‌های مذهبی در پاکستان از جمله احزاب شیعه تشدید قوانین توهین به مقدسات را فرصت طلبی افراد گرایان سنی برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی و یا پیاده سازی برنامه‌های افراد تندرو در داخل به ویژه بر علیه شیعیان دانستند. متهم کردن افراد در پاکستان به بهانه ارتکاب توهین به مقدسات مذهبی به دلیل سفت و سخت نبودن قوانین مربوطه و شرایط حاکم بر جامعه این کشور کار دشواری نیست و چه بسا در گذشته باعث بروز جنجال‌ها و مشکلات فراوان اجتماعی امنیتی در این کشور مسلمان به ویژه برای شیعیان شده است. علی اکبری، اخبار شیعه. آقای افسر رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. آقای افسر رضا سلام، وقت شما بخیر. حضرت عالی و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، همین تسلیت میگم برای رسیدن شهادت امام سجاد علیه السلام. بزرگواری جناب آقای افسر رضا، به نظر شما عنوان تشدید مجازات برای توهین به صحابه و امهات مؤمنین در لایحه مذکور برای هدف قرار دادن شیعیان و به کار بردن نام اهل بیت برای ساکت کردن آنان ذکر شده یا واقعا تایید کنندگان حسن نیت دارند؟ بفرمایید. شک نیستش که تصویب این لایحه به اصطلاح تشدید مجازات برای توهین کنندگان به مقدسات اسلامی یک ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مداوم جامعه شیعیانی هستش تو پاکستان که 25% جمعیت این کشور رو تشکیل میدن و مطمئنن به کام افراطگرایان و نیروهای ضد شیعه در این کشور هستش. خب در مقایسه خیلی کوتاه وضعیت شیعیان طی دهه‌های 80 میلادی و 90 میلادی و الان اگه بخوایم اینو بعد یک قدرت روزافزون شیعیان در پاکستان میبریم، بالاخره اعتراضات در بیشتر بوده سال گذشته، تازه اقدامات واسه تصویب این لایحه انجام شده بود نیست، شیعیان پاکستان اعتراض کرده بودن. حالا چند روز پیش که تنها با 5 عضو مجلس سنا بعضی از نیروهای افراطی اقدام به تصویب عجولانه این لایحه قانون گرفتن، بیانگر این هستش که کشور 240 میلیون نفری پاکستان با اینکه جمعیتش بیشتر متعلق به اهل تصنن هستش ولی با این وجود همچنان از قدرت و نفوذ شیعیان و جمعیت شیعان در این کشور وحشت زده هستن. خب استارت این کار از نزدیک به 2-3 سال پیش زده شد، زمانی که نیروهای افراطی پی به همبستگی و انسجام بیش از پیش جمعیت شیعه در این کشور پی بردن و پس از ناکامی‌های فراوان در جبهه‌های علمی، تاریخی و مناظره‌های رودرو چه در شبکه‌های تلویزیونی یا در محافل خصوصی عمومی، اینا تلاش می‌کنن با قدرت‌های درون کشور پاکستان همراهی اینا رو همراهی خودشون بکنه و بتونه با این قوانین مندرآوردی هم شیعیان رو تحت فشار قرار بزنه. آقای افسر رضا، چه افراد و گروه‌های در پاکستان به امام حسین توهین و از یزید تجریح می‌کنند؟ خب مطمئناً پروژه تطهیرسازی دشمنان اهل بیت با این تصویب به اصطلاح قانون مجازات توهین کنند و گروه‌هایی بودند، گروه‌های تروریستی مانند به اصطلاح سپاه صحابه یا لشکر جنگوی یا الان یک گروه تروریستی به نام تحریک طالبان پاکستان هستن که دشمنان قسم خورده شیعیان این کشور محسوب میشن. خب دوتا از گروه های افراطی ضد شیعه مانند سپاه صحابه و لشکر جنگوی که قد بالایی در قتل عام شیعیان دارن در دهه 2000 پی بردن که تنها با افراطگرایی نمیتونن به نفوذ پی ببرن، تصمیم گرفتن که وارد عرصه سیاست بشن و گروه های مانند گروه به اصطلاح اهل سنت جماعت تشکیل دادن که بتونن لاپوشانی کرده در خصوص اقدامات افراطگرایان خودشون و بتونن با فضای استفاده کرده بتونن تو این وضعیت شیعیان رو بهتر
هدف قرار بدن. کلا با این قانون میشه گفت همین نیروهای افراطی مانند سپاه صحابه و گروه های انعشابی اون مانند اهل سنت جماعت میتونن متاسفانه مانور بدن و بیشتر عرض اندام بکنن. به نظر شما آیا اعتراض احزاب شیعه پاکستان و اصلاحات پیشنهادی سناتورهای حزب مسلم لیگ در قانون مذکور نهایتاً به نفع شیعیان به نتیجه خواهد رسید؟ ببینید، نمیتونیم شیعیان دهه 80 یا 90 میلادی رو با شیعیان الان مقایسه کنیم. طبیعتاً قدرت احزاب شیعیان و گروه‌های مذهبی‌ها به مراتب بیشتر از دهه‌های گذشته هستش. شما شاید در خاطرون باشه در دهه 80 میلادی ژنرال ضیاءالحقی وجود داشت به عنوان حاکم نظامی اینجا که خیلی تلاش کرد قانون زکات و عشر رو بر طبقه شیعه تحمیل کنه که اون زمان شیعیان واقعا مقاومت به خرج دادن و تونستن جلوی این قانونی که تحمیل میشد بر قوانین شرعی و دینی شیعیان رو بگیرن. و به نظر میرسه اگر چنین قدرت و مقاومتی از الان از سوی جامعه شیعیان نشون داده بشه، مطمئنا ظرف ماهای آینده چه تشکیلات قدرتمند نظامی و سیاسی مجبور خواهند شد که بشینن و با جامعه شیعیان در خصوص اصلاح و تجدیدنظر در خصوص این قانون صحبت کنن. کما اینکه قرار مجمع علمای شیعیان پاکستان تا روزهای آینده کنفرانس بزرگی، یک اعلامیه بزرگی در اسلام آباد پایتخت این کشور تشکیل بدن تا بتونن یک صدایی و یک پارچگی شیعیان علیه این اقدامات افراطگرایانه رو نشون بدن. تشکر میکنم از شما آقای افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد با ما همراه بودن.